امروز باید یه سری کار رو انجام بدم، باید ماشین رو تمیز کنم چون آخر هفته است میخوام برم فرانکفورت، ماشین رو تحویل داییم بدم، ماشین خیلی کثیفه. از اون موقع که راه افتادیم تمیزش نکردیم، پشتش میپو بوده، کلی پشم میپو، موهای میپو اینجاست. برای کار داکیومنت ها باید برم، آخر هفته هم هستش، برم یه آرایشگاه اینا پیدا میکنم، بالاخره تو آلمان یه آرایشگاه برم از این وضعیت کرکسیف تر بیام. باید برم سمت فرانکفورت، ماشین رو که میدم مامانم اونجاست، مامانم ببینم، چون یکی از داییام قبل از اینکه کلن جنگ شروع شه اتفاق بیفته اونجا داره درمان میشه، مامانم اومده که کمکش کنه. حالا من میخوام ماشین رو که ببرم مامانم بعد از 3 سال ببینمش، ولاگ اینا رو میخوام واسهتون بگیرم. ماشین زد جمع جور کردم ولی باید در صورت دوش کارواش چون خیلی کثیفه. فعلا دارم میرم یه شهر دیگه 7-8 کیلومتر از اینجا فاصله داره که مدارکو بدیم، فکر میکنم اقامت یک ساله بدم بهمون، بعدش میرم کارواش و یه آرایشگاه پیدا کنم برم چون خیلی داغونم. دفعه اول فکر کنم بعد از 12 سال بعد از سربازی هیچ وقت اینقدر دور ما بلند نبود، جنگ باعث شد تو اینجوری کرکسیف باشه. برم یه آرایشگاه پیدا کنم، یه ذره ترتمیز شیم، فکر کنم یه ذره خرید کنیم واسه خونه و بعدش هم که امروز بعد زود یا فردا صبح زود راه بیفتیم به سمت هایدلبرگ، اگه اشتباه نکنم بینیم به سمت اونجا که مامان رو ببینیم، ماشین رو تحویل بدیم به داییم. خیابون ها اینقدر تمیزه انگار هر روز صبح لیسش میزنم. خب ما رسیدیم، اینم اون اداره است که باید میومدیم. تو شاید توت فکر کنم اشتباه اومدیم، دیزه امروز زانوش درد کنه. خراشو خراشو این زنه روسی بلد بود، باهاش صحبت کردیم، میگه که از دیروز کامپیوترمون خراب شده، کار نمیکنه. همیشه همینجوری، ما هر جا با لیزا میریم همین مشکل هستش، یه جا نیست بری صاف کار تمام شه همون روز راحت بشی. نشد، گفتن بهمون یه کارت دادن، گفتن که تو این چند وقت اخیر نزدیک 700 نفر اومدن فقط تو این منطقه خیلی کوچیک، 700 تا اوکراینی، برای همین انقدر آدم زیاده که شد کنه. یه تم چی چی الو ما گروانی بلیچ نسیدیم. برای اینکه انقدر آدم زیاده نمیشه الان کاری کرد، بایستیم که واسه همون نامه بیاد ببینیم چی کار میتونیم دیگه. یه پولی میدی خودت میشی بهت آب و جارو برقی میده. ببینیم چه چگه سیستمش. اینجوری که فهمیدم یه پولی بریزی تو اینجا که بهت آب و کف بده، اون ور جارو برقی یعنی توش تمیز میکنی، این ور واسه آب و کفه که من اصلا نمیدونم چه چگه کار میکنه. اونجا دیدیم دردسر زیاده، اومدیم این بر دقیقاً بغلش یه کارواش اتوماتیک داره، ماشین رو اینجا بشوریم به نظر راحت تره. بالاخره نوبت ما شد، یا خدا. میتی، باشه نی вылезу не убегу да. Thank you.
شستیم جاروشو گذاشتیم واسه توی خونه. Сейчас обычное. Как ваши ощущения? Что вы чувствуете в этот момент? Пока хорошо. خب آرایشگاه هم رفتیم، قیمتش هم 12 یورو بود. کلا قیمتون هم اگه یه چیزی بخرم یه کاری انجام بدم قیمتش رو بهتون میگم. کارواشم 6 و نیم یورو دادم. الان بریم سمت خونه ماشین رو تمیز کنیم، توش رو جارو بکشیم، یا بعد از ظهر یا فردا صبح بریم به سمت هایدلبرگ. بریم ماشینم توش رو جارو کنیم. تصمیم گرفتیم که امروز بریم، 5 ساعت تو راهیم، شب برسیم، یک شنبه هم برگردیم دیگه با قطار. میپا هم گذاشیم پیش آرتمود چون ماشین کثیف میشه دوباره، سخته بخورم ببریم دیگه. کمرم شکست، بنزین تقریبا 2 یوروه به خاطر این جنگ اخیر. الان تقریبا 2 یوروه. نگاه کنید بابت الان تقریبا 4 لیتر 10 یورو باید بدید. وسط راه رضا زنگ زد مپو ندیدم، اشتباه رفتیم. الان هم نه اینترنت داریم، نمیدونیم باید چیکار کنیم. آخرین چیزی که دیدم ما اینوری میرفتیم، مقصد اینوری بودش. هیچ جام دور برگردون و اینا نیست، نمیدونم باید چیکار کنیم. همینجوری داریم میمیریم، مسیر داره اینجوری جدا میشه. گم شدیم، اینترنت پیدا نمیشه، نمیدونم چیکی برگردیم. شاید باورتون نشه ولی من تو آلمان دارم بدون گواهینامه هم رانندگی میکنم، یعنی بگیرنم نزدیک 1000 خورده یورو جریمه است اونجا که شنیدم. یه پمپ بنزین پیدا کردیم 3 کیلومتر دیگه است، بریم ببینیم وای فای داره از اونجا بتونیم راه پیدا کنیم. یه نفر به ما یه اینترنت نمیده، یه دقیقه مپمون رو باز کنیم. به مهران زنگ زدم میگم که میشه سیم کارتم پول بریزی، پول ریخته بازم اینترنتم کار نمیکنه، مثل اینکه باید تعرفه بزنی. و الان منتظرم که بزنم. همینجوری داریم راهو میریم. بالاخره آقا یه رستوران گیر آوردیم، اینترنتمون وصل شد، نقشه‌مون رو انداختیم، آفلاین داریم میریم دیگه. 3 ساعت دیگه میرسیم اینجا. تو آلمان یه سری از اتوبان هستش که با هر سرعتی که میخوای بری. ما بالاخره رسیدیم، شاید باورتون نشه ما بعد از اون یه بار 4 بار دیگه گم شدیم. اینترنت نداشتیم، آفلاین داشتیم میومدیم، با دیلی نشون میداد راه اشتباه انتخاب میکنیم. مجبور میشیم بریم توی پمپ بنزین یه دونه اینترنتی چیزی پیدا کنیم. دوباره انقدر خستم دارم میترکم. ویدیو بعد فعلا.